دوستان عزیز، درود به شما باشه. امیدوارم خوب باشید مثل همیشه. صفحه 119 کتاب اونیزیش رو دعای هستید با من سعید و ادامه میدیم کار خودمونو با یه مدن فرتایدیگن و ده فرتایدیگن و در فرتایدیگر. این دوم و سوم این دوتا رو با همدیگه تو یه دونه ویدیو انجام میدیم که یه ذره وقتمون کمتر گرفته بشه. خیلی هم شبیه همان به هم ربط دارن. اوکی. کتاب میگه که Es ist die Aufgabe des Anwalts seinen Mandanten so gut wie möglich zu verteidigen. این وظیفه وکیل هستش، از فرتایدیگر کسی که وظیفه مدافع هستش در واقع. فرتایدیگر ist رئیس انوالت. اگه چیز داریم برین در ویدیوهای قبلی راجع به رئیس انوالت هم صحبت کردیم، اونجا هم میتونید نگاه کنید. خیلی توضیح دادم یه بار دیگه. از فرتایدیگر مدافع، مدافع اینجا هستش و که میشه حالا رئیس انوالت میشه. زن آفکابه وظیفه این هستش که موکل خودش تا اونجایی که واسهش امکان داره خوب ازش دفاع بکنه. از سو گود وی مگلیش فرتایدیگر هستش. اوکی، دفاع کردن. ما این جمله رو میگیم Aufgabe des Anwalts، die Aufgabe des Anwalts، die شنه میخواد بگیم Aufgabe با دی هم میشه گفت. نه، Aufgabe des Anwalts، Anwalt ist es die rechtlichen Interessen seines Mandanten bestmöglich gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. اجای فرتایدیگن از کلمه فرتریتن استفاده میکنیم، ولی دس ایست دی آفگابه دس انوالتس میتونیم. از یه منتون فرتریتن یعنی موکل یک نفر شدن. خب وظیفه وکیلی هستش که علائق، نه علائق که چجوری بگم، منافع، منافع مندانت خودش رو، موکل خودش رو تا اونجایی که براش امکان داره جلوی دادگاه و خارج از دادگاه چیکار بکنه؟ فتریدن بکنه، تعقیب بکنه، دنبال بکنه. مندانت، مندانت این پایین نمیشه، مندانت میشه کلینت، میشه کلمه دیگه واسش. اینکه آفتراکس گیبر، البته در مورد وکیل نمیشه گفت، یعنی وکیل و مدافع یه ذره مشکل بگیم آفتراکس گیبر او ده کونده، ولی بعضی جا هستش بستگی داره به شغل. در مورد وکیل حتما کلینت هستش. بعضی جا شما میتونید کوند ایس آف ده مانگ مندانت او ده مانگ آفتراک گیبر و بگم مندانت، ده مندانت، این مندانت این دکلیناسیون میگیره به خودش. ما گفتیم اینترس فتریتن، اینترس فتریتن به معنی حفاظت از مساله یکی هستش، حفظ مساله هستش. دیگه چی میخواستم بگم؟ اوکی، حالا یه جمله راجع به فرتایدیگن. این دویشن هبن زی دست رکت زیش زبس او ده اندره بای اینم انگریف آف لیبن فرایهایت ایگنتوم او ده ایره تو فرتایدیگن. اصلا دست ایس نیش دی زبس فرتایدیگن، سندن دست ایس بگریف فون زیش تو فرتایدیگن هستش. اصلا زی درفن زیش فرتایدیگن وین انگریف، حمله به زندگیتون بشه، به جانتون بشه، بخشید به آزادیتون بشه، به اموالتون بشه، یا اینکه به شرفتون حمله بشه، هم زی دست رکت زیش زلس زو فرتایدیگن. که اینجا میریم سراغ کلمه زلس فرتایدیگون ببینیم چی هستش. زلس فرتایدیگون از خود دفاع کردن هستش. حالا اینو نه، اینو بعدا میرسیم، یه ذره قاطی باطی ویدیو امروز. میبخشیدش، میبخشید من یواسه بکن کانسپت مومنتان، چون تو دوتا جمله رو میخوام با هم دیگه انجام بدم. بعدیش هستش در کتاب گفته میشود در فرتایدیگر ویس داراف هین دست در انگر کلاکته زم زیدپونکت در تات اونتر گروسم شترس گشتندن هت. اوکی، وکیل فرتایدیگر در مدافع وایس راف هین به این مسئله تأکید میکنه، این مسئله نشون میده، این مسئله رو گوش زد میکنه. اوف ادفاس هین وایزن گوش زد کردن هستش، توجه جلب کردن هستش که متهم زمان انجام
جرم در تحت استرس خیلی بزرگی قرار داشتش. این جمله رو ما چی کارش میکنیم؟ ما مثلا میگیم که در رئیس اول باوت زن فتایدیگونگز استراتگی، از فتایدیگونگز استراتگی هم داریم، از باوت زن فتایدیگونگز استراتگی آف دی پسیشیش لابیلیتیت زنیس مندانتس. حالا به جای استرس ما از کلمه پسیشیش لابیلیتیت استفاده میکنیم. استابیلیتیت میشناسین یعنی استحکام، لابیلیتیت یعنی چی؟ برعکسش، یعنی عدم استحکام. عدم استحکام چی میشه؟ شلو ول بودن، نه حق شلو ول بودن نمیشه، میشه همین عدم استحکامش میشه. از نظر روحی ایشون آدم محکمی نیستن، مشکل روحی دارن. یا اینکه یه اصطلاح دیگه هم هست، مثلا اینجا هستش که میتونه وکیل بگه دفتایدیگر پلدیت آف شولد اون فیشگایت زنس مندانتنز. پلدیرن یعنی که این پلدیر واقع بودی کمسیت فگسن یس هایست. موقعی که وکیل دفاع آخرشی میکنه این اپل ایست از اف اتواز پلدیرن هایست از اف اتواز این اپل میخواد، تقاضا میکنه که موکل خودش شولد اون فیش اکلیرت بردن، یعنی اون چون که از نظر لابیلیتیت داره شتابیل نیستش شولد اون فیش، مثلا از نظر روحی روانی مشکل داره، الکل خورده، مست بوده یا مواد تحت تاثیر مواد مخدر بوده که آدم کشته، هیس شولد اون فیش، تقصیر خودش نبوده چون که عقلش نمیرسه، سنش پایین بوده، دریس اون شولد فیک از من پلیدیرد آف شولد فیش کرد، شولد اون فیش کرد، بحره نیشی اون شولد فیش کرد، اون شولد فیش کرد ایست بس، نه اون شولد ایست بس اندرس از مندانت گفتیم کلینت میشه. حالا چند کلماتی که با زبس فرتایدی اون هست، با فرتایدی اون هست ببخشید، زبس فرتایدی اون هستش، زبس فرتایدی اون کورس که من به زوخن من کن Selbstverteidigungstechniken lernen oder erlernen, wenn man Selbstverteidigungskurse besucht. Selbstverteidigungstechnik. In dem Fall hier eine Strategie, Strategie gibt, die Verteidigungsstrategie, so ja dann auf einem im Baller Verteidigungsstrategie haben wir schon davor gehört, hast du es gerne, was hier bei uns mir ist. Landesverteidiger, ja Landesverteidigung, ja. Pflichtverteidiger. Pflichtverteidiger in مهم هستش. Pflichtverteidiger در این چارچوب وکیل تسخیری میشه. وکیلی که دادگاه، چون که کسی پولش نمیرسه خودش وکیل بگیره، دادگاه به شما Pflichtverteidiger میده. اینو بهش وکیل تسخیری میگه. اینم داشته باشین، بد نیستش. Verteidiger در فوتبال هم استفاده میشه. از یه فاصله بذارم اینجا. Beim Fußball können Sie als Torwart Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer spielen. وقتی شما فوتبال بازی میکنید چند تا رول دارین دیگه. حالا اگه صندلی نیمکت رزرو نباشین، توروارد دروازه‌بان، فرتایدیگر میتلفلدشپیلر اودر شتورمر میتونید بازی کنید. البته اینجا شانس اینم دارید که لینکس فرتایدیگر باشین، درکس فرتایدیگر هم نوشتم اینجا گونز کامن. اوکی، تو فوتبال میتونید رکس فرتایدیگر باشین، لینکس فرتایدیگر باشین، این هم میتونید باشه، مدافع دست چپ و دست راست. دیگه گرونسسلیش گفتیم فلیش فرتایدیگر چی هستش، این هم بگیم گرونسسلیش کن من سیش فردم گریخت این دویچلند زبس فرتایدیگر ون ده تات ورف اف این تات Vorwurf ein Vergehen ist. اصولاً آدم میتونه در مقابل امتسگریخت، مدل های مختلف دادگاه داره، خلاصه امتسگریخت هستش، فبرتونگریخت دادگاه عالی تر نیستش، دادگاه ساده هستش، آدم خودش هر خودش میتونه دفاع بکنه. وقتی که تات فورورف اتهامی که به شما زده باشه این فرگین ایست، یه جرم باشه، یعنی یه جرم ساده باشه در واقع،
داره میگه به این منظور هست. من این پایین ها هیچی نداریم دیگه، یه دونه نقطه اشتباه اینجا اینجا هست. آه نه هیچی نیستش، نقطه نیستش، دیسپلی منده کثیف بود، من فکرم یه نقطه اینجا هست. دوستان فراموش کنید این مسئله رو. اوکی، موضوع خودتون باشید تا ویدیو بعدی.